برای بابا بیبی بی چادرشو چادرش سر کرد و از اتاق بیرون رفت بابا رو دید بابا داشت باخچه رو آب میداد جوجه ها به طرف بیبی بی دویدن بیبی بی به جوجه ها گفت جایی نمیرم بیبی بی, بی میخواست به عیادت امیر بره گفت یه سر میرم عیادت امیر بابا با تعجب گفت ایادت امیر؟ اما تو که تازه از ایادتش اومدی بابا راست میگفت بیبی تازه از ایادت امیر اومده بود اما بازم نگران بود و دلش میخواست دوباره اونو ببینه بابا چیزی نگفت اما بیبی بی گفت نگران نباش زود بر میگردم بعدم از در بیرون رفت بابا به کارش ادامه داد بوزقاله دور خودش چرخید. هاش به کاسه آب مرغ و خروس خود آب ریخت مرغ و خروس عصبانی شدن و به طرفش حمله بردن بزقال فرار کرد بابا داد زد دعوا نکنید آب بازم هست دو ساعت گذشت بابا داشت تو حیات برای خودش قدم میزد و زیر لب دعا میخوند حالا نوبت بزقاله بود که دنبال مرغ و خروس و جوجه ها بدوه چون اونا به پاش نک زده بود بابا با صدای بلند گفت شماها خسته نشدید یک مرتبه همه از دویدن ایستادند. بابا آسمان بالای دیوار رو نگاه کرد روز داشت تموم میشد بابا با خودش گفت افتار داره میاد اما بیبی بی نیومد بیبی بی کنار رختخواب خواب امیر نشسته بود و داشت براش قصه می گفت. امیر به زحمت لبخند زد و پرسید بیبی بی بی بقیهش چی شد؟ بیبی بی دستی به پیشانی امیر کشید و گفت باشه میگم پس قول بده که زود خوب بشی یا امیر با تکون دادن سر قول داد و دوباره سرفش گرفت مصومه خانم جلو اومد و پرسید بیبی بی جان دیرت نشه امیر با خوشحالی گفت مادر جان بیبی میخواد برام همه ی قصه شو بگی بیبی بی هم خوشحال بود چشماش برقی زد مصومه خانم چیزی نگفت بیبی بی شروع کرد به گفتن بقیه قصه صدای مناجات از دور می اومد. بابا سماور رو توی ایوون گذاشت و روشن کرد. کارهاشو شمرد این سفره این استکانا این پنیر و سبزی اینم خود بابا و جای بیبی بی خالی بود بابا آهی کشید مرغ و خروس با جوجه هاش کنار ایوان دویدن شب شد صدای از آن از مسجد اومد بابا داشت زیر لب دعا میخون در زدم مرغ و جوجه ها به طرف دردویدن بابا رفت و در رو باز کرد بیبی اومده بود سلام بابا خدا رو شکر حال امیر خیلی بهتر شده محسوم هم اومده بود با یک سینی غذا برای افتار بابا سلام عموجان جان محسوم خانم به بابا همیشه عموجان جان میگفت علیک سلام دخترم بابا هم به محسوم خانم دخترم میگفت محسوم خانم دم در سینی بابا رو داد بعدم خداحافظی کرد و رفت بابا سینی رو به ایوان برد بیبی لبخندی به مرغ و جوجه ها زد و اشاره کرد که به لونشون برن اونام رفتن بابا سفره رو انداخت و سینی رو وسط سفره گذاشت همه چیز برای افتار آماده بود بیبی بی گفت الان خودم یه چای داغ برات میریزم بیبی نگفتی چرا اینقدر دیر اومدی داشتم نگرانت می شدم تفلی امیر قصه خیلی دوست داره داشتم براش قصه می گفتم اما تموم نمی شد می خواستم پاشم بیام می گفت بقیهشم بگو منم نخواستم دلشو بشکنم بقیهشم براش گفتم بابا خندش گرفت و گفت که اینطور بیبی باید بعد از افتار همون قصه رو برای منم بگی. بیبی بی با تعجب لبخند زد و گفت اما تو که مریض نیستی بابا سرش را تکون داد و ریز ریز خندید گفت نه مریض نیستم اما برای شنیدن قصه اگه لازم باشه منم مریض میشم بیبی استکان چای رو به دست بابا داد و گفت برات قصه رو میگم الهی که بابا هیچ وقت مریض نشه بابا با مهربانی بیبی رو نگاه کرد بیبی گفت روزت قبول باشه بابا فوتش رو به طرف استکان چای فرستاد به نظرش اومد که انگار بیبی رو از پشت ها نگاه میکنه